امروز میخوام راجع به ویو کردن اپلیکیشن فی با شما صحبت بکنم، اینکه چطوری میتونید این پول اپلیکیشن فی رو پرداخت نکنید و یه صرفه جویی توی هزینه‌های اپلایتون داشته باشید. همچنین متن ایمیل خودم رو هم میخوام بهتون نشون بدم. توی این ویدیو همراه من باشید. سلام، بهفر هستم، دانشجوی دکترای دانشگاه مکمستر کانادا. اگر اولین بار یک ویدیو از این کانال میبینید خیلی ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید. من سعی میکنم ویدیوهای هفتگی راجع به مباحث مختلف اپلای و زبان بذارم. همچنین هر جای این ویدیو احساس کردین که اطلاعات خوبی بهتون منتقل شد، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. خب بریم حالا سراغ بحث ویو کردن اپلیکیشن فی، ببینیم که چطوری میشه این کار رو انجام داد یا اصلا کلا داستان اپلیکیشن فی چیه. اگر بخوام یه مقدمه ای صحبت کنم راجع به بحث اپلیکیشن فی، شما وقتی که میخواین اپلای کنین به دانشگاه ها، دانشگاه ها یک پولی ازتون میگیرن که این مدارک شما رو بررسی بکنن. این پول حالا شامل چه مواردی هستش؟ میگیرن این پول رو تا مثلا SOP شما رو بخونن، ریز نمره شما رو نگاه کنن و کلا بررسی کنن که آیا شما اصلا شایستگی درس خوندن تو اون دانشگاه رو دارید یا نه. مبلغ این پول برای هر دانشگاه و هر کشور متفاوته. برای دانشگاه آمریکا به طور میانگین مثلا هولوش 80 دلار هستش. حالا امکان داره شما دانشگاهی پیدا کنید که این مبلغ 10 دلار، 20 دلار همچین چیزی باشه. دانشگاهی هم پیدا کنید که مثلا 150 دلار، 130 دلار همچین مبلغی رو داشته باشه. برای دانشگاه کانادا هم همینطور، میانگینشون هولوش 110 دلار کانادا هستش. بازم بالا پایین داره. یه دانشگاه امکان داره بالاتر باشه، یه دانشگاه پایین‌تر. یه نکته دیگه هم راجع به اپلیکیشن فی بهتون بگم، اینکه این پول دیگه بهتون برگشت داده نمیشه. یعنی چه شما پذیرش بگیرین چه پذیرش نگیرین، دیگه این پول رفته و بررسی میکنن مدرکتون رو و بهتون نتیجه رو اعلام میکنن. دیگه شما نباید انتظار برگشت چیزی داشته باشید. حالا بریم سراغ ویو کردن اپلیکیشن فی، ببینیم که این قضیه ویو کردن چطوریه. یک سری از دانشگاه‌ها یک سری شرایطی برای حالا کشورهای با درآمد ضعیف گذاشتن برای کسایی که مثلا توانایی پرداخت این پول رو ندارن، این پول اپلیکیشن فی رو ندارن. این شرایط رو گذاشتن که مثلا دیگه پول اپلیکیشن رو ندن و اصطلاحا اپلیکیشن برایشون ویو بشه. ویو کردن به این معناست که اون از حقشون برای دریافت اپلیکیشن فی صرف نظر میکنن و یه کمکی میکنن به دانشجوهایی که تو کشورهای مثلا با درآمد پایین زندگی میکنن. بریم اول از همه متن ایمیل من رو ببینیم که چطوری کلا باید این قضیه رو توضیح داد بهشون و درخواست اپلیکیشن فی رو انجام داد. من ایمیلی که برای ویو کردن اپلیکیشن فی میزدم عنوانش اپلیکیشن فی ویور بود، یعنی رسما دیگه درخواست میکردم که اپلیکیشن من رو ویو بکنید. توی تایتل ایمیل کاملا مشخص. یه نکته خیلی مهم راجع به ایمیل زدن بهتون بگم که این ایمیل رو به استاد یا احیانا مثلا البته به استاد نباید بزنید، چون استاد معمولا خیلی لابی خاصی برای شما نمی‌کنن تا زمانی که مثلا حتی به خود همون کشور سفر نکردید، کار خاصی براتون انجام نمیدن. مگر اینکه در موارد خیلی خاص مثلا استاد دیگه شما رزومتون خیلی قوی باشه، احیانا به استاد دیگه بخواد برای شما یه حرکت خاصی بزنه. شما باید این ایمیل رو به مثلا به graduate administrator یا مثلا graduate admission، یه به هر حال دانشگاه های ایمیلی دارن که این کارهای مثلا ارشد و دکترا و بحث پذیرش رو انجام میده. شما باید این ایمیل رو به اون افراد بزنید. باید ببین قبل از اینکه مثلا اپلای کنین به این سایت دانشگاه رو بگردین و یک ایمیلی هستش، همه دانشگاه ها این ایمیل رو میذارن که مکاتبه انجام بدین. یک اون ایمیل رو باید پیدا بکنید و به اون آدرس ایمیل براشون بزنید و این درخواست رو بکنید. به استاد یا مثلا به افراد دیگه بزنید خیلی فایده‌ای براتون نداره. حالا به این متن ایمیل من رو ببینیم. من متن ایمیلی که میزدم رو شما الان تو تصویرم دارید میبینید. من میومدم چیکار میکردم؟ یه مقدار براشون اول از همه شرایط رو توضیح میدادم که کلا مثلا حالا مثلا چرا دارم این درخواست رو میکنم. احساس میکنم که این کاری که میکردم حالا به هر حال تاثیر خوبی تقریبا داشته، چون که تونستم چند تایی رو ویو بکنم. اول از همه توضیح میدادم بهشون که آره مثلا اقتصاد ایران یه مقدار دیکلاین رو تجربه کرده، یه مقدار افت رو تجربه کرده به خاطر تحریم ها و اینا و مثلا ارزش ریال پایین اومده و یه دلار هولوش 13000 تومان هستش. حالا اون زمان من هولوش مثلا دسامبر 2019 داشتم میزدم، یعنی یک سال و 7 8 ماه پیش دیگه. اون موقع دلار مثلا 13000 تومان بوده، حالا الان خب دو برابر شده تقریبا. بازم بهشون توضیح میدادم که خب آره به دلیل این مثلا حقوق ایرانی ها خیلی کاهش پیدا کرده و دیگه مثلا متاسفانه جزء پولهای بی ارزش دنیا هستیم. ما این ارزی که داریم، این ریالی که داریم، جزء پولهای بی ارزش دنیا هستش. بازم برای اینکه بیشتر مثلا این پیازا قضیه رو مثلا زیاد کنم،
میافتن میگفتن که خب حالا مثلا بیا حقوق رو در نظر بگیری، مثلا حقوق پدر مادر من در مجموع مثلا دلارش 300 دلار میشه مثلا، حالا و گفتم حتی مثلا خرج مخارج خود من هم مثلا دارم زندگی میکنم دلارش 70 دلار در ماه هستش، در نتیجه این پول 50 دلار اپلیکیشن فی که مثلا دانشگاه شما داره تقریبا خرج یه ماه زندگی منه و یه مقدار شرایط رو برای من سخت میکنه. در نهایت هم برایشون از انتها ازشون خواهش میکردم که اگه امکانش هست مثلا این اپلیکیشن فی رو برام ویو بکنید و دیگه این پول رو از من نگیرین، که خب سعی میکردم با این توضیحات کلا اینجوری قانعشون کنم دیگه، یه جوری مثلا بهشون بگم که وضع مثلا وضع مالی من خوب نیست و اگه میشه این پول رو مثلا برای من ویو کنید و دیگه بیخیال من بشین سر این قضیه. با این متن ایمیل من تونستم چند تا دانشگاه رو ویو بکنم، کلا 5 تا دانشگاه تو آمریکا اپلای کردم و 4 تاش رو تونستم ویو بکنم. دانشگاه پنجم دیگه ایمیل نزدم چون پول اپلیکیشن فیش واقعا خیلی کم بود و دیگه حتی روم نشد بهشون ایمیل بزنم. مثلا اینجا یه نمونه جواب من رو میبینید که مال دانشگاه کیس وسترن ریزرو هستش، این دانشگاه اپلیکیشن فی رو ویو میکنه و اینجا میبینید که من اینجا از گرجویت ادمیشنش برام ایمیل اومده، اینم آدرس ایمیلش رو اینجا میذارم. اینجا برام ویو شد و خب در جواب گفتش که باشه من اپلیکیشن فی رو برات ویو میکنم و دیگه مثلا این پول رو ازت نمیگیریم، شما فرم اپلیکیشن رو پر بکن و دکمه سابمیت رو بزن خیلی راحت دیگه پولی نده. چند تا نکته رو اینجا بخوام بهتون بگم، اینکه قبل از اینکه شما بخواید ویو بکنید بهتره که یک پروفایل داخل اون سایت دانشگاه بسازید، چون که معمولا خب رو اون اکانت رو اون پروفایلی که میسازید و میخواید اپلای بکنین این ویو کردن رو انجام میدن دیگه، یه تیکی هستش میزنن که مثلا اپلیکیشن شما ویو میشه. بهتره قبل از اینکه ایمیل بزنید و این درخواست رو بکنید اون پروفایل شما آماده باشه که وقتی که این ایمیل رو زدید و درخواست کردید اگه مثلا میخوان قبول بکنن سریع برای شما این کار رو انجام بدن که دیگه مثلا پروسه‌تون طول پیدا نکنه، کش پیدا نکنه. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که خیلی 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 زود باید برای این اپلیکیشن فی ویور، برای ویو کردن اپلیکیشن فی اقدام بکنید. دانشگاه‌ها معمولاً یه تعدادی خاصی ظرفیت برای ویو کردن دارن، حالا میتونه دانشکده‌ای باشه یا کل دانشگاه. مثلا فرض بکنید که برای 1000 نفر میخوان اپلیکیشن رو ویو بکنن، اگه شما بذارید و اون آخرا اون نزدیکای ددلاین ایمیل بزنید خیلی ها هستن که زودتر شما این ایمیل رو میزنن و اپلیکیشنشون ویو میشه و دیگه نوبت به شما نمیرسه، اون ظرفیتشون تموم میشه. همین دانشگاه کیس وسترن رو مثلا یکی از دوستای من یک ماه بعدش اقدام کرد و جوابی که گرفته بود این بود که گفت که ظرفیت ویو ما تموم شده، پر شده و دیگه نمیتونیم برای اپلیکیشن فی رو ویو بکنیم، که خب به هر حال مجبور شد که این پول رو پرداخت بکنه برای این دانشگاه. یه نکته دیگه هم راجع به ویو کردن بهتون بگم، اینکه دانشگاه‌های آمریکا اکثرشون این شرایط رو دارن، فقط همون شرطی که گفتم باید زود اقدام بکنید و این ایمیل رو بزنید، اما متاسفانه دانشگاه‌های کانادا این شرط رو ندارن. شما اگه بخواید ایمیل بزنید بهشون، من خیلی هم باهاشون مکاتبه کردم، اما سریا یا صراحتاً توی سایتشون نوشتن که اپلیکیشن فی ویو نمیشه، مثل همین که الان توی تصویر می‌بینید، یا اینکه اگر بهشون ایمیل بزنید و بپرسید کلا میگن که اصلا امکانش وجود نداره. مثلا اگه بخوام یه نمونه جواب بهتون نشون بدم، این جواب دانشگاه واترلو هستش که گفتش که کلا همه اپلیکنت ها موظف هستن که این پول رو بدن و دیگه ما اصلا اپلیکیشن فی ویور نداریم، مثلا کلا انگار تو سیستمشون نیستش، یا حالا به دلایلی که مثلا دیگه دارن اپلیکیشن فی رو ویو نمیکنن، اما دانشگاه آمریکا این قضیه رو دارن اکثرشون. اگه شما زود ایمیل بزنید و درخواستتون رو خوب مطرح بکنید و حالا سعی کنید که مؤدبانه و حالت خواهش رو داشته باشین، این کار رو براتون انجام میدن و دیگه اون پول اپلیکیشن رو ازتون نمیگیرن. یه نکته آخر هم راجع به ویو کردن اپلیکیشن فی بهتون بگم که تقریبا همون ادامه همون زود ایمیل زدن هستش. سعی کنید که دیگه تقریبا مثلا از همین ماه سپتامبر یا دیگه تقریبا ماه مثلا اکتبر دیگه این ایمیل های ویو زدن رو شروع بکنید، چون که میگم تعداد درخواست ها خیلی زیاده، از کشورهای مختلف ایمیل میزنن و اون ظرفیت دانشگاه ها پر میشه. شما هرچی زودتر اقدام بکنید برای این کار به نفعتون هستش و میتونید که دیگه اون پول اپلیکیشن فی رو پرداخت نکنید. و خیلی ممنون که ویدیو امروز رو دیدید. من سعی کردم که یه سری نکات کلی در مورد ویو کردن بهتون بگم، امیدوارم که به دردتون بخوره و بتونید که اپلیکیشن فی ها رو ویو بکنید، چون که واقعا هزینه زیادی هستش. شما اگه مثلا 10 تا دانشگاه بخواید اپلای بکنید شاید هولوش 20 میلیون تومان 25 میلیون تومان الان براتون در بیاد، ولی خب با این کار میتونید تا حدی توی ازمای اپلایتون صرفه‌جویی بکنید. خیلی ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب بکنید و اگه این ویدیو اطلاعات خوبی بهتون داد لایکش کنید و برای دوستانتون هم بفرستید.
تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.